حزب جمعیت اسلامی پس از رایزنی ها در واکنش به آنچه که این حزب بر کناری عطا محمد نور از مقام ولایت بلخ می داند با نشر اعلامیه این اقدام ریاست جمهوری را انحصار طلبانه و استفاده سوء از حضور جامعه جهانی خواند. در این اعلامیه آمده است که اگر ارگ در این تصمیم تجدید نظر نکند، حزب جمعیت از هر گونه ممکن برای دفاع از حق مردم استفاده خواهد کرد. با این حال شمار از قانونگذاران بر کناری آقای نور از مقام ولایت بلخ را قوم گرایانه و ترور شخصیتی میداند. از سوی هم یک مشاور ریاست اجرایه میگوید عبدالله عبدالله با تصمیم ارگ متحد شده است. رایزنی های نشست چند ساعته سه‌شنبه شب هیئت رهبری جمعیت اسلامی در منزل صلاح‌الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه و رئیس این حزب اعلامی است که در آن تصمیم ارگ مبنی به برکناری یا استعفای عطا محمد نور والی بلخ انحصارگرایانه خوانده شده است. در این اعلامیه همچنان به ارگ هشدار داده شده در صورتی که در این تصمیم تجدید نظر نشود این حزب به گزینه‌های دیگری متواصل خواهد شد. اگر ارگ در این اقدام انحصار طلبانه خود که با سوء استفاده از حضور جامعه جهانی صورت میگیرد تجدید نظر نکند، جمعیت اسلامی اقدام منافی موافقتنامه حکومت وحدت ملی از سوی ریاست جمهوری در مورد والی بلخ را رد کرده و خود را ملزم میداند تا با استفاده از هر گزینه از حق مسلم و مشروع مردم افغانستان دفاع کند. حزب جمعیت همچنان در اعلامیه‌اش ارگ را متهم به ماجراجویی کرده است. اینجا در مجلس نمایندگان شماری از قانونگذاران در واکنش به این تصمیم ریاست جمهوری چنین میگویند: بدترین وضعیتی که امروز در افغانستان حاکم از جناب رئیس بی‌عدالتی و سیاست قومی است که مضرتر و بدتر از طالب و داعش به این مملکت است. هیچ رهبری در افغانستان تاریخ ما نشان داده که نمیتونه موفق باشه با سیاست های قومی. همین پولایی را که ادعا میکنن که او دزدی کرده، اختلاس کرده، کی به اثبات میرساند؟ کجا از دیگران از این کده بالاتر نکردن؟ دیگرایی خواهی بلند منزل ها را از کجا کردن؟ تا شهرک ها ساختن، شهرها ساختن، اینا از کجا کردن؟ با این حال یکی از مشاوران ریاست اجرایه میگوید آقای عبدالله با تصمیم ارگ در این مورد هم نوا شده است. اینا به دستور باداران خارجیشان در پی زدودن چهره های ملی و جهادی هستند و ریاست اجرایی هم تا حد میخواست کار بکنه ولی اون را هضم کردن. اونو با خود متحد ساختن. آگاهان اما پیامد چنین تنش‌ها و تقابل احزاب با حکومت را به سلامت و ثبات کشور سودمند نمی‌دانند. نظام حاکمیت خیلی شکننده است. هر نوع تاثیر منفی تاثیر بسیار ناسزایی می‌گذاره به این نظام. منان سیاست مدارانی که در رأس قدرت هستند ناقبت اندیش هستند و علفای سیاست را نمیفهمند، مشکل ایجاد میکنند، بعدا عقب گردی میکنند. مسلما به نفع کشور و به نفع ثبات و آرامش افغانستان نیست. حکومت وحدت ملی بر پایه مصلحت ها بنا شده و در او این حکومت برآمده از انتخابات شفاف و روشن نیست. هرچند حزب جمعیت اسلامی در اعلامیه خود از ارگ خواسته که در مورد این تصمیمش تجدید نظر کند، اما ریاست جمهوری پیوسته تاکید دارد که استعفای آقای نور پذیرفته شده است. استاد عطا که یکی از حامیان اصلی رئیس اجرایی دولت وحدت ملی در انتخابات سال 2014 بود، اما تا هنوز رئیس اجرایی در این مورد اظهار نظر نکرده است. حالا دیده شود که تنش ها میان ارگ و استاد عطا و هشدارهای جمعیت ره به کجا خواهد برد. نادر اشکان، شبکه جهانی آرزو، کابل.